زندگی و مرگ از جانب خداوند متعال است و ارجمنده روز به سوی اجل خواهد شتافت. هیچ بشر از نوشیدن پیک مرگ بی بهره نخواهد ماند و همه ما روز به سوی او خواهیم رفت. سلام لوگری، آوازخوان مشهور محلی افغانستان، در 86 سالگی در زادگاه خود در استان لوگر درگذشت. رسانه های داخلی افغانستان مرگ این هنرمند را تایید کردند. روزنامه اشت صبح به نقل از نزدیکان سلام لوگری نوشت که او روز شنبه دوم بهمن پس از یک دوره طولانی بیماری در زادگاهش درگذشت. آقای لوگری از حدود 8 سال پیش در بستر بیماری بود و 90% بینایی چشمانش را از دست داده بود و توان برخاستن از جای خود را نیز نداشت. در همین حال شرافت پروانی نیز در گذشت استاد سلام لوگری را تسلیت گفته و وفات او را ضایعه بزرگ برای موسیقی کشور عنوان کرده است. با گفته نزدیکان این هنرمند مالی خوان، در این 8 سال هیچ نهاده به این هنرمند کمک نکرد و تا امکان درمان او نیز مهیا نشد. سلام لوگری از دوران کودکی به موسیقی محلی روی آورد و پدرش همچنان از شخصیت های مطرح موسیقی محلی در افغانستان بود. سلام لوگری از 18 سالگی وارد عرصه موسیقی شد و در رادیو افغانستان که تنها رسانه موجود در آن زمان در افغانستان بود، ترانه های محلی زیاد را خوانده است. از اکثر ترانه های او که بیشتر روح موسیقی بومی افغانستان در آن دمیده شده بود، استقبال می شد. آقای لوگری علاوه بر اجرای کنسرت های در افغانستان به کشورهای خارجی و بیشتر کشورهای آسیایی و اروپای شرقی نیز برای اجرای کنسرت سفر کرده بود. او در سال 1980 همراه با یک گروه 4 نفری به کره شمالی رفت و به مناسبت 79 سالگرد تولد سونگ رهبر کره شمالی در آنجا کنسرت برگزار کرد. این گروه توانست مدال طلایی نیز از این کنسرت به دست بیاورد. همچنان در صفحه خبری اشراق نیوز چنین آمده است: استاد سلام لوگری، آوازخوان مشهور محلی کشور که حدود 14 سابقه آوازخوانی و اجرای آهنگهای محلی اصیل لوگری را داشت، در اثر بیماری درگذشت. نزدیکان این آوازخوان محلی در گفتگو با اشراق نیوز مرگ وی را تایید می کنند. آنان می گویند که سلام لوگری در سالهای اخیر در بستر بیماری به سر می بود. و روز شنبه دوی دل در ولسوالی محمد آقه ولایت لوگر درگذشت و در امانجا به خاک سپرده شد. استاد سلام لوگری حدود 86 سال سن داشت و در سال 1382 لقب استادی را نیز از طرف وزارت اطلاعات و فرهنگ به دست آورده بود. این معلی خوان با اجرای آهنگ های اصیل لوگری در افغانستان و خارج از کشور شهرت داشت و بیشتر مردم با نام و صدای او آشنایی دارند.